سلام به پیوست سی این هفته خوش اومدین. پیوست سی این دفعه با دست پر برگشته پیشتون، رفتیم سراغ استارتاپی که الان احتمالاً مشهورترین استارتاپ حوزه تکنولوژی در ایرانه. بله درست هستین، تپسی. درست در روزی که بخش بزرگی از سهام اون توی بورس نهایی شده و به دست گروه صنعتی گلرنگ خریداری شده. بدون هیچ معطلی رفتیم سراغ میلاد منشی پور، بنیانگذار، مدیر عامل و کسی که این چرخه عجیبو هدایت کرده در یکی از استارتاپ ها و پلتفرم های پرحادثه ایران. با میلاد گپ زدیم تا بفهمیم که پشت پرده این معامله چیه. با ما همراه باشید. خب آقای منشی پور، خیلی ممنونم که لطف کردین توی یک روز پرهیجان برای تپسی خودتون استارتاپ ها و احتمالاً برای بورس در واقع تشریف آوردین و اومدین اینجا. شاید بخوای اول یه خورده به زبون ساده توضیح بدی امروز چه اتفاقی برای تپسی افتاد. سلام آرش، خوشحالم میبینم. خوشحالم در خدمت هم هستم. خب امروز نفس میزنیم خاطر روز پرهیجانی که بوده. نه نفسم تنگه، هوا داغونه. امروز روز مزایده سهام تپسی بود، البته در دو روز انجام شد، روز یکشنبه دیروز و امروز روز دوشنبه، که 70% سهام تپسی در 4 بلوک به مزایده گذاشته شد و خریداران اومدن قیمت خودشون رو گذاشتن و برنده در واقع تعیین شد. این اتفاق از چند بود اتفاق مهمی ارزیابی میشه همین الان. یکیش از جهت در واقع اتفاقی که توی بورس افتاده، فکر کنم این علاوه بر اینکه خب طبیعتاً شما اولین استارتاپی بودین که شانس اینو پیدا کردین که برین داخل بورس، اولین استارتاپی هستین که داره این چرخه براتون اتفاق میفته. این چه ویژگی بوده توی تپسی، چه توانایی بوده که شما رو قادر کرده که بتونید این چرخه رو خلق کنید و طی کنید؟ من چند تا نکته بگم. اول معاملات بلوکی یا معاملات عمده خب در بورس انجام میشه. البته واقعیت اینه که ما در این پروسه فهمیدیم که اکثر این معاملات سوری هستن. مثلا بانک ها میخوان یه چیزی رو مکلفن به مزایده بزنن، مزایده میذارن، معمولا مزایده به نتیجه نمیرسه، دوباره سهم برمیگرده به خود. بعد شماشو می‌خواستین واقعیشو انجام بدی، خیلی اذیت شد. آره. نه خوشبختانه بورس واقعا کمک کرد و واقعا دست فرار بورس و سازمان بورس درد نکنه. خب ببین، ما اگر که واقعیت بورسی نبودیم امکان انجام یه همچین معامله خیلی کمتر میشد. چرا؟ چون وقتی فرض کن شما خریداری میخوای یه شرکتی رو بخری، واقعا اینو میگی میلاد، یعنی اینکه اگر تپسی میخواست مثلا 70% سهامش رو بده به گلرنگ و تو بورس نبود سخت میشد. این خیلی سخت میشد. آها، چرا؟ به چه استدلالی؟ دو تا دلیل عمده داره. یکیش اینه که قیمت معلوم نبود. یعنی الان میبینیم چند تا معامله هست که چند تا معامله هست که مثلا سال هاست در حال انجام، خریدار واقعا قصد فروش داره، بعضی بخش فروشنده واقعا قصد فروش داره، بعضی خریداران واقعا قصد خرید دارن، ولی سر همین نکته که قیمت ها از شرق تا غرب با هم فاصله دارن این معامله انجام میشه. حداقلش اینه که یه عقد جمعی میاد، یه قیمت میذاره و قیمت معلومه، پس مذاکره سر قیمت میشود. اینکه از یه پایه قیمت حالا اینقدر درصد پریمیوم مثلا فروشنده قاعدتا میخواد، خریدار قاعدتا اونقدر نمیخواد و یه مذاکره در یک رنج محدودی مذاکره انجام میشه. دومی شفافیت شرکته، اینه که عملا اون بخش حالا به قول خارجی دیو دیلیجنس یا بررسی موشکافانه ای که رو شرکت باید انجام شه و معمولا گنگه و اگر شرکت بخواد چیزهایی رو قایم کنه احتمالا میتونه یه همچین کاری انجام بده، 80% دیگه نیاز نیست، چون سازمان بورس و بورس یک بار این کار انجام داده و به صورت روتین همین کار رو انجام میده. پس معامله بسیار راحت تر میشه، شفاف تر میشه، روشن تر میشه. یعنی اینکه اون کالایی که میخوای بخری معلومه چی رو داری میخری، اگه بگیم یه شرکتی کالاست. از این جهت خب خیلی ساده تر شد و فکر میکنم بدون بورس تقریبا امکان ناپذیر. جالبه. پس از الان که اینو میگی در واقع و به این موضوع اشاره کردیم، چون سوال بعدیم در مورد این بود که اهمیت دیگه ای که ظاهرا تو این داستان وجود داره غیر از ابعاد در واقع استارتاپی، این مسئله است که در واقع گروه بزرگی مثل سنتی توریدی، مثل گلرنگ، با شاید بشه گفت بزرگترین گروه صنعتی تولیدی ایران در واقع داره این خرید رو انجام میده که خب بهش میرسیم. ولی الان ماهاست که ما شایعه در مورد این معامله رو داریم میشنویم توی فضای رسانه ها و بورس و مواردی مثل این و اینا. چه چیزی مانع از این بوده که واقعا بتونه راجع به این موضوع صحبت کنیم با رسانه ها و چه ملاحظاتی وجود داشته که نمیتونستین اخبار رو قبل از نهایی شدن به اشتراک بذارید؟ واقعیت اینه که تا قبل از امروز معلوم نبود که آیا گلرنگ میتواند سهام تپسی رو بخره یا نه، چون ما هیچ معامله‌ای نمیتونیم خارج از بازار بورس انجام بدیم. میتونیم با هم در واقع تعهد داشته باشیم که ما میریم بلوک رو میذاریم به مزایده و گلرنگ میاد در واقع توی مزایده شرکت میکنه، ولی خریدار معلوم نیست.
تا به امروز چون میتونست هر کس دیگه بیاد یا آفره یه اپسیلون بالاتر بذاره و برنده مزایده باشه. پس عملا ما تفاهماتی داشتیم ولی هر چیزی غیر از اون غیر ممکن و غیر قانونی بود. به همین دلیل بود که دائما ما دوام میگفتیم معامله انجام نشد، انجام نشد، انجام بشه، همه میفهمیم و این بوده داستان. من در مورد گلرنگ خب طبعا میفهمم شما نمیتونید به نیابت از کل گروه گلرنگ حرف بزنید و الان در واقع لطفاً. ما داریم با اون مدیری حرف میزنیم که داره یه جوری میره، حالا ما قسمت هم میرسیم ولی یا حداقل فرضیش مطرحه. ولی اگه بخوایم از سمت گلرنگ نگاه کنیم، خب این اتفاق بزرگیه که یه همچین مجموعه میاد از طریق بورس در واقع میاد بخش عمده ای از سهام در واقع یک پلتفرم رو میخره توی حوزه دیجیتال. شما فکر میکنین انگیزه چی بوده؟ و اینو از اون پرسپکتیو میپرسم که میدونم که تو جزء اونایی هستی که در واقع سهامت خریداری شده این مثلا، ولی بدون شک آینده تپسی هم برات مهمه. میخوام بدونم که فکر میکردی که توی اون اکوسیستمی که داره شکل میگیره چه اتفاقی برای تپسی خواهد افتاد؟ آقا یه شوخی بکنم، من فکر کنم دوستانم در گلرنگ احتمالا فکر کنم ما یه شرکت کوچیکی رو الان اومدیم خریدیم در ابعاد اقتصاد سنتی و در ابعادی خودشون هستن. مثلا توی گروه گلرنگ مثلا شما میگی شرکتی مثلا دو همته، آره واقعا دو همته ولی متاسفم که بگم به زودی دوستانم احتمالا با دردسرهای بزرگی مواجه خواهند بود که از چند صد هزار میلیارد گلرنگ این عالیه. این من فارسی شو بخشید تاپ تایتل زیرنویس فارسی شو در واقع خدمت عرض کنم که احتمالا به جهنم خوش اومده. کسب و کار سختیه، پلتفرم کسب و کار سختیه ولی حالا که فروختی داری اینو میگی یه کار میتونی بکنی، بالاخره همیشه یه فسقی هم وجود داره. یکی داره توی گلرنگ اسمس میده حاجی فسقش کنه، فکر که خوب نبوده. درست میگی، بسیار جذابه، بسیار جذابه و خیلی پتانسیل داره. تپسی برای گلرنگ و گلرنگ برای تپسی شاید بهترین گزینه همدیگه بودن برای مسیر آینده از هر دو جهت میگم. خب تپسی استیه که نسبت به ابعاد خودش واقعا همه چی داره، یعنی یه پلتفرم 25 میلیون یوزری داره، 1.5 میلیون 1.7 میلیون راننده داره، یه تکنولوژی واقعا سرآمد داره، یعنی اگه به جرات میتونم بگم یکی از بهترین هاست. کامپتیتیو هم هست، یعنی کاملا رقابتیه در دنیا چیزی که داره. است ابعاد ما اندازه کریمه دیگه، یعنی کریم امارات نگاه میکنی ابعاد ما دقیقا اندازه کریمه. برسی بوده 400,000 تا 500,000 تا سفر در روز داریم و و و و تعداد راننده تکنولوژی. چقدر ارزش گذاری شده؟ نه آه نکش. 3.5 میلیارد دلار. 3.5 میلیارد. دو سال پیش بود. 2 سال پیش. 3.5 میلیارد. فقط تاکسیش دیگه، اون تیکه‌های جدیدی که اضافه کردن. ارزون فروختن. کریم ارزون فروختن. در مقایسه با تپسی. برای شما که دیگه گذشت. و میتونه به جرات میتونه چندین برابر بشه، یعنی چند ده برابر بشه تپسی، یعنی اصلا غیر قابل تصور نیستش که ما تپسی که 3 سال بعد 4 سال بعد راجع بهش صحبت میکنیم یه هلدینگ 50,000 میلیاردی 100,000 میلیاردی با قیمت ریال امروز باشه، با این بیسی که داره و با این انفراستراکچری که داره از لحاظ نیروی انسانی، از لحاظ مدیریت، از لحاظ تکنولوژی و از لحاظ یوزر بیسی که داره. پس برای هر در واقع مجموعه که بخواد توی این مسیر رشد بکنه و حاضر باشه که اینوست بکنه و حاضر باشه که و یک ویژن مشخص داشته باشه، به نظرم بهترین اسید بود و هست به قیمت و با انفراستراکچر کامل. کجاش به نفع تپسیه؟ از اون بر برای آینده تپسی، چون بدیهیه که تپسی آینده تپسی برای من خیلی مهمه، که میخواستم از کلمه حیاتی به کار ببرم ولی واقعا خیلی مهمه و همیشه هم گزینه‌های مختلف بوده، کمون که مثلا چندین هفته قبل یکی از مجموعه رقیب اومد با 40% 30% قیمت بیشتر از دوا گلرنگ به ما پیشنهاد دوا همچون معامله داد که در جا من رد کردم این معامله رو. چرا؟ چون آینده تپسی به این وابسته پیدا وابسته خواهد بود که ویژن خریدار چی هستش و چیکار میخواد بکنه. حالا بحث رقیب و خرید این چنین رو بذاریم کنار، بخش سنتی اقتصاد خب خیلی دوست دارم وارد این حوزه بشن، یا بخش بانکی، بخش سرمایه‌گذارانی که به هر حال از در واقع جزء بدنه اصلی اقتصاد هستن، ولی معمولا بخش اقتصاد کردن
ولی وقت معمولا باشون صحبت میکنیم میبینی که دقیقا نمیدونن چیکار میخوان بکنن یا نمیدونن چه مسیری میخوان بگیرن، اصلا چرا میخوان این کار انجام بدن. میخوان این کار انجام بدن به خاطر فرض کنید دفاع بخشی از صنعتشون در مقابل مثلا استارتاپ ها، یا میخوان انجام بدن چون نمیدونم سر زبون هست، یا هزار یک دلیل دیگه. ولی وقتی ما با گورنگ مواجه شدیم دیدیم که ویژن درستی دارن، دیدیم استراتژی درستی دارن و این کارو میخوان انجام بدن به این خاطر که به اقتصاد دیجیتال و در واقع به این مسیری که تا الان رشد کرده و فکر میکنم جای رشد بسیار بزرگتر نسبت به گذشته هم هنوز داره، کل اقتصاد دیجیتال میگم، خوشبینن و حاضرن، علاوه بر خوشبینی حاضرن پاشون خیس بکنن، حاضرن سرمایه گذاری بکنن، حاضرن معامله انجام بدن و حاضرن بعد از این هم اینوست بکنن. به این دلیل ما اعتقاد داریم که تپسی که همواره در واقع در سالهای گذشته میگم یه پتانسیلی درش جمع شده بوده برای یک رشد آنی و یک رشد بزرگ، میان بره عالیه. من اتفاقا امیدوارم که بیفته. ببخشید مرسی و مرسی از توضیحت میلاد راجع به این داستان. یه چیزی که می‌خواستم راجع به این قضیه اشاره کنم، ببین حداقل من میدونم که این ماجرای قاعدتا ورود به بورس چیزی بوده که شما اگه نگیم بیشتر از یک سال احتمالاً دارین یک سالی روش کار می‌کنین فکر می‌کنم. بورس یا موضوع اکوزیشن. بله. در واقع دارین پس از ورود به بورس در واقع داشتین روی این ماجرا کار می‌کنین قاعدتا، یعنی یه جوری این چشم انداز براتون اساساً موقعی که داشتین آی پی او می‌شدین وجود داشت. لزومن اکوزیشن نبوده ولی تغییر سهامداری و اینوستمنت به با سایز بزرگ بوده. بله. دقیقاً. منظورم این بود که بالاخره یه جهت‌گیری توی اون راهبری سازمانیتون به سمت این داشتین که پس از ورود به بورس می‌خواین در واقع چیکار کنین که احتمالاً این یکی از اون سناریو بوده. اما به این از پرسپکتیو رسانه به داستان نگاه کنیم میلاد، و الان که مثلا ما چند تا اون جایی که اسم تفسی اخیرا اومده توی اخبار نگاه کنیم و ببینیم که آیا این تحلیل بدبینانه یا نه، اونم اینه که مثلا میگیم که نگاه کن مثلا چه میدونم مثلا سرویس مدرسه خیلی امیدوار کننده حداقل تو چشم رسانه پیش نرفت در ابتدای سال، ماجرای هک یکی از آخرین چیزایی که احتمالاً رسانه‌ها یادشون مونده باشه از تپسی، و در واقع فکر کنم یکیش که مثلا بیشتر از جنس بورس بوده اینه. خب شما طبیعتاً بخاطر اینکه دارین توی بورس فعالیت می‌کنین آمارتون خیلی شفاف می‌گذارید سال به سال، و یه عددی اعلام کرده بودین از در واقع سود که خب خیلی مقایسه‌اش می‌کردن با در واقع آپارتمان در تهران و چیزا اینطوری اینا دقیقاً، و فکر کنم پس توییتر رو یادت میاد، فکر کنم خود منم روش یه ذره آتیشی ریختم، روش حالا یادم نمیاد ولی احساس میکنم کار خودم ریخت رو آتیش روی آتیش ریختم. آره خواهش میکنم بدون هیچ قیمت اضافه ای. و در واقع میخوام بگم من چطور خودم جزو همونا بودم توی خیلی از موارد، و الان آدم ها از این پرسادی که نگاه میکنن نگاه میکنن میگن او تپسی واقعا احتیاج داشته به این که تو این لحظه در واقع این شکل از اکوزیشن براش اتفاق بیفته و بره توی یه منظوم و اکوسیستم بزرگتر. آیا روایت من اشتباهه؟ ببین یه ذره کانکت کردن اینا رو من از یه پرسپکتیو دیگه نگاه کنم. اگر که فرض کنید سرویس مدرسه که خب در واقع پروژه‌ای بود که ما درش چندان موفق نبودیم، یا فرض کنید هک، اگه یه همچین بار خبری یه دفعه پیدا میکنه، اگر که مثلا ما میخوایم چه میدونم 5000 نفر ثبت نام کنیم یه دفعه 15000 نفر ثبت نام میکنن، اگر که و و و، این نشون میده که خب تپسی در اورنسش و جایگاهش در مردم انقدر هست که وقتی هم یه جایی یه فیل کوچیکی میکنه یا یه فیل بزرگتری میکنه یه دفعه انقدر سر صدا میکنه. آره جالب. بعضی وقت خوشحال نیستیم ولی سر صدا کرد. حالا اینم بگم وسط حرفات، اونم که تو بورس هیچ اتفاقی براتون نیفتاد مثل که ما کلا نشستیم ما نمیفهمیم که در بازار بورس چه اتفاقی میفته، یعنی موقعی که مثلا آمارای درخشان نشون میدیم سهم هیچ تغییری نمیکنه، موقعی که اتفاق بد میفته اصلا باز تغییر نمیکنه، یه دفعه اتفاق خوب میفته ممکنه برعکس بشه. حالا اینو بگذاریم. آره درسته، به هر حال بورس یه ریفلکشنی از اقتصاد کلانه، یعنی خیلی عملکرد شرکت لزوما به تک تک شرکت ها خیلی تاثیر نداره. دقیقاً. و شاید با همین روایت شما که میرسیم به این که آیا برای تپسی حیاتی بود یا در واقع این یه بخشی از حرکت اقتصادی کلانه که داره در واقع گلرنگ میاد و یه پلتفرمی مثلا تپسی رو میخره برایشون سرمایه گذاری. ببین یه مقدارش ببین حیاتی نه، یعنی واقعا یه گزینه که همیشه ما داشتیم این بوده که همین مسیر رو طی بکنیم، ولی من خودم تپسی که فرض کنید الان معامله گرسی بوده 2400-500 میلیارد 300-400 میلیارد انجام شده متوسط 2000، این که تپسی بشه یه شرکت 4000 میلیاردی یا 6000 میلیاردی یا 8000 میلیاردی به نظرم برای تپسی کم بوده. چرا؟ چون پایه های اینو داره در مقایسه با هولدینگ هایی که حداقل دو تا هولدینگی که بزرگتر هستن، این که بشه یه شرکت 100000 میلیاردی 70000 میلیاردی 80000 میلیاردی تمام بیسش رو داره.
چیزی که در واقع نیاز داشته همون نوع سرمایه‌گذاری هایی بوده که سال 95 و 96 انجام شد در ایران و دیگه قطع شد. بالاخره وقتی میخوای یک مجموعه رو بزرگ بکنی، حالا در ابعاد دلاری بگم، حداقل یه سرمایه‌گذاری 100-150 تا 200 میلیون دلاری لازم داره که همون که میبینی در جاهای مشابه همین اتفاق افتاده، یعنی یه چیزی حدود همین سرمایه‌گذاری انجام شده. در کل تاریخ تپسی 11 میلیون دلار در تپسی سرمایه‌گذاری شده و با این وجود در واقع یک بیس خوبی ساخته شده. پس از این جهت 11 میلیون دلار عدد خیلی تراژیکه وقتی قیمت آپارتمان رو مقایسه میکنید این چیزا. یه خورده راجع به این قیمت آپارتمان میشه برمیگردم بشه. پس اگر که ما میخواستیم که در واقع تپسی رو اینطور نگاه کنیم که آقا من سهامدارشم، خیلی خوشحالم که مثلا مدیر عاملشم هستم و بالاخره یه چه میدونم بروبیایی داری، نمیدونم یه پوزیشنی داری، نمیدونم الان مثلا اگه فرض کنم گورا فردا من اخراج بکنه کار بعدیمو چیکار کنم؟ باید برم مثلا لینکدین پست بذارم، باید برم چیز اینفلوئنسر شلو تو باید برم این کار رو انجام بدم. اونطور میگه خب نه، من اینو بر خودم نگه میدارم و تا ابد مثلا اینو آروم آروم روش میدم. ولی واقعیت اینه که تپسی یه asset ملی از نظر من و چیزی که یعنی هر پلتفرمی در بله همینطوره، دقیقا هر پلتفرمی یک asset ملیه و وقتی چند میلیون نفر دارن روز بشن بهش اعتماد دارن، تراست میکنن و و و و چیزایی که شما خود بهتر میدونی. پس اونجا دیگه خیلی مثلا چه من تو یه بچه‌ای داری دیگه، موقع ازدواجش یا موقع دانشگاه رفتنش یا موقع مهاجرتش نباید بچسبونیش به خودت که الان موقعی که تو باید یه مرحله بری و وارد یک فاز جدید بشی و کل تصمیم این بوده. راجع به بحث قیمت آپارتمان و اینها متاسفانه درسته، ولی از کجا میاد؟ از یه بخش از کلیت اقتصاد کلان میاد که مردم دوست دارن پولشون رو ببرن جایی که دولت کمترین میزان دخالت رو درش داره که میشه مسکن. هر جای دیگه دولت درش دخالت میکنه و حتما خرابش میکنه. مسکن کمترین میزان دخالت رو داره و مردم دوست دارن پولشون رو ببرن تو مسکن. اما با این وجود هم اقتصاد دیجیتال یا اقتصاد اینترنت محور نسبت به بقیه تیکه‌های غیر مسکن هم آندر ولیو. این یه جای باز میشه. اینی که کی باز میشه، همین اتفاقات باید بیفته. باید یه شرکتی بره تو بورس، بعد چند شرکت دیگه وارد بورس بشن، یکی دو تا اکوزیشن انجام بشه، سرمایه‌گذاران امید بگیرن، از اون طرف تیم ها امید بگیرن، امید بگیرن که آقا من اگه من زندگیمو میذارم 3 سال 4 سال 5 سال 7 سال 10 سال آخرش یه اتفاق خوبی میفته. اگر من سرمایه‌گذار میتونم پولمو ببرم نقطه ایکس بجاش میارم اینجا، میتونم یه ریترنی ازش بشه. تجمیع این اتفاقات احتمالاً باعث خواهد شد که این فاصله ای که بین اقتصاد دیجیتال و حتی سایر بخش‌های اقتصاد غیر ملکی وجود داره و یک کپی الان روش قرار گرفته، این کپه بشکنه، این سقفه بشکنه و در واقع خودش رو بالانس بکنه. و ما مطمئنیم اتفاق در عرض چند سال آینده ان شاء الله. حالا یه پرسپکتیو هم میتونه مستلزم این باشه، حالا توی بخش آخر بحث رو رسوندی خوشبختانه به این داستان میلاد، که خب نگاه کن الان تنها کسی که خوشبختانه متاسفانه این چرخه از کوفاندرای استارتاپ انجام داده الان در حال حاضر شمایید، یعنی در واقع کسی تونسته یک شرکت تأسیس کنه توی فضای در واقع استارتاپی، حالا همون به قول شما اون جنس از اون فضای اون دهه که وجود داشت، بعدش تونسته راند اول دوم تو جایی یادم میاد در واقع سرمایه بگیره، درسته؟ پنج راند سرمایه گرفته، بعد چیکار کرده؟ رفته آی پی او شده که باز اون برای اولین بار بوده و باز دوباره چیکار کرده؟ در واقع تونسته اگزیت کنه، یعنی خودت برای خودت این اتفاق افتاده. خب این واقعا اول از همه دوست دارم بدونم واقعا رمزش چیه؟ این چه کاری بوده که مثلا میلاد منشی‌پور بلد بوده و بقیه کسایی که داشتن توی اون نسل یا حتی کمی جلوتر از تو در واقع داشتن شروع میکنن نتونستن انجامش بدن یا فرصتش رو پیدا نکردن که انجامش بدن؟ حالا تو این یه ویدئویی هست، حالا خواهش میکنم نشون بدید بعدش. خیلی دوست دارم بگم که همه اینا از قبل پلان شده بوده و از روز اول من دقیقاً میدونستم که مرحله 1 مرحله 2 مرحله 3 مرحله آخر چجوری میخوایم پیش بریم، ولی راستش اینطوری نبود. البته تو این ویدئو یه ذره عکسشه ظاهرا، یه سری حرفای زدم که یه موقعی فکر میکردم که درست البته اتفاقی بوده راستش. آرزوهاتو چی؟ آرزوهای اون موقعتو. آره واقعیت اینه که تو هر مرحله که رفتیم سعی کردیم با توجه به وضعیت موجود و درک وضعیت بیرونی و واقع بین بودن نسبت به وضعیت بیرونی بهترین تصمیم رو بگیریم برای آینده. یعنی اینطور نبوده که بگیم از روز اول ما میدونستیم چه استپایی رو چجوری طی میکنیم و از این مرحله به کدوم مرحله میریم و غیره. در هر لحظه سعی کردیم بهترین تصمیم بگیریم که البته سخت هم بوده، یعنی آدم در هر کدوم از این مراحل تصمیم گیری هزار تا بالاخره اینپوت مختلف داره، دوراهی های مختلف داره و غیره. ولی واقعیت اینه که امروز برمیگردم که انگار که 7 سال گذشته ولی به نظر نمیاد 7 سال،
بوده، از اون دفتر اولی که توی سعادت آباد یک کوچه هم از دفتر فعلی ما بالاتر، از یه 200 متر دفتر اجاره کرده بودیم و 3-4 تا دیولوپر بودیم و من و دو نفر دیگه از شرکام که کوفاندر بودیم و شروع کردیم. و یادم میز و صندلی شرکت رو تو عید بود، می‌خواستیم بچه‌ها زودتر به دیولوپمنت برسن که بتونیم اردیبهشت لانچ بکنیم. مادرم رفت تعطیلات عید سفارش داد، یادش بخیر، و شرکت رو در واقع چیدیم و اینها. تا به امروز خیلی مسیر پرتلاطمی داشتیم واقعیت، و بخش عمدهش به خاطر در واقع بالا پایین های کشور بوده، ولی بخش زیادیش هم به خاطر خود مسیر تپسی بوده، به خاطر رقابت بوده، به خاطر بحث سهامداری بوده و غیره. این که یه بیزنس جدیدی بوده دیگه، یه بیزنس جدیدی برای بوده برای ایران و جهان حتی در این دقیقا. راستش در جواب سوال تو فکر نمی کنم هیچ چیز جز این باشه که یه جمله همیشه برای ما توی سازمان جا افتاده است، اینه که اگه یه چیزی اتفاق افتادنش درست باشه برای شرکت و برای اکوسیستم، بالاخره یک راهی برای انجامش وجود داره، و اگر انجامش ندیم کمکاری از ما بوده، نقصان ما بوده، نه اینکه شما اینو باور داشتید. اینو واقعیت اینه که باور داشتیم و داریم و سعی کردیم براش بجنگیم. البته حالا حتما خیلی خوش شانس بودیم که در مراحل مختلف در واقع تلاشمون به نتیجه رسیده، چون میتونه تلاشمون به نتیجه نرسه. این هم یه مدلی از زندگی و مراحل مختلف است، ولی فکر کنم کلیدش این بوده. عالیه میلاد. ببین من یه توری دارم راجع به این که چی باعث این ماجرا شده، ولی آخرش بهت میگم، آخر این گفتگو. قبلش چند تا نکته کوچیکم بپرسم. الان فعلا شما مدیر عامل تفتی هستی و فعلا هم سیگنالی حداقل مستقیما به شما داده نشده که قرار تغییرات مدیریتی توی تفتی اتفاق بیفته، دارم درست میگم اینو؟ حالا یه سری مذاکرات هست، اجازه بدید بعدن. حالا این جزء چیزاییه که هنوز اعلام نشده، یعنی اعلام نمیشه، جزء چیزایی که سوال تو بپرسید در ترجمه. آره حتما. منظورم این بود که به طور مشخص برای خیلی از آدما مهمه، چون تو الان خب هر کسی هم تو خاطراتت بود تعریف میکردی، از روز اول تفسیر رو با حضور خب میلاد منشیپور و یه سری دیگه از کوفاندرا دیدن که مسلماً اون کسی که بیشتر پشت فرمون و در ویترین بوده شما بودی. طبیعتاً برای رسانه‌ها، مردم، ناوگانتون، خانواده تپسی و همه اینا این سال پیش میاد که بعد از اینکه شما برید چه، یعنی آیا قرار برید و قرار چه اتفاقی برای تپسی بیفته توی این تن؟ بید من یعنی جدا از تغییرات برای تپسی، چه تغییراتی برای میلاد منشیپور داره تپسی اتفاق؟ خب همونطور که گفتم آینده تپسی برای من خیلی مهمه، و واقعیت این مدل از تصمیم و این فروش و حالا اونجوری که گفتی اگه داشتی میرفتی حالا بده حالا اگه مردم بعدن دیدن این ویدیو رو بده حالا میگه خب پس رفت الان جوابشون گرفتن الان دارم توضیحات تکمیلی میدم اون که تی چی الان توضیح خب آینده تپسی برای من خیلی مهمه، و اصلا معیار یعنی معیار انتخاب این مسیر هم برای ما این بوده که آینده درخشانی در انتظار تپسی باشه. پس طبعا توی ادامه مسیر و برای رسیدن به موفقیت کمک میکنم. هرچند اعتقاد دارم که ممکنه سی او باشه یا نباشه، دقیقا یعنی اینو دیگه زمان نشون خواهد داد که در چه لولی من کمک کنم. شما سهام دار دیگه نیستی؟ دیگه سهام دار نیستم. این خیلی مدل عجیبیه ها، فکر نمی کنم تا حالا ما این مدل رو تجربه کرده باشیم تو بازار استارتاپ ها. خب بالاخره مدل های دیگه هست. حالا راست میگی، یه مدلی هستش که هر روز یه دونه بنز میفرستن از تپسی دوباره میگه اگه راست میگی بچته لطفا بیا سر کار شرکت های داره بچه رو کی میخواد بزرگ کنه؟ یه نکته مهم اینه که من اعتقاد دارم خیلی پرهیز میکنم از غر زدن و ناله کردن. فکر کنم منو دیدی تو سالهای گذشته دیگه. آره خودت فکر کنم اینطوری بوده دیگه. آره بیشتر با وجودی که واقعا فشارم زیاد بیشتر شده. دوست داشتی به بقیه حمله کنی، غر اصلا تو کارت نه بقیه نه یک میگه فقط یکی میرسیم بهش. آره خب امیدوارم سعی کرده باشم خیلی غر نزنم، الانم قصد ندارم. درست. ولی واقعیت اینه که خب شرایط کشور خیلی سخته از لحاظ مختلف که نمیخوام مرور کنم، مهاجرت و و و غیره. کماکان فکر میکنم با شرایط موجود، آدمهای موجود، اقتصاد موجود، نیازهای مردم، نمیدونم موضوعات رگولاتوری، کماکان میشه کار بزرگ تو کشور انجام داد و کار به مراتب حتی بزرگتر از چیزی که تا به امروز در تپسی انجام شده. این خود شبیه اینه که میگی یعنی اگه کاری بعد از تپسی هم بکنی احتمالاً در همین اکوسیستم هول و هوش خواهد بود دیگه. دیگه میسپارم به برداشت شما. و واقعا فکر کنم میشه این کار کرد، و یکی از راه های نجات کشور
همین حوزه است. حوزه این حوزه و حوزه‌های مربوط بهش مثل هوش مصنوعی و غیره. من به این اعتقاد دارم، ممکن اعتقادم غلط باشه ولی من اعتقاد قلبی رو به این موضوع دارم و فکر می‌کنم من میشه کار انجام داد و تجربه تپسی تا به امروز حتما یه بلوپرینت یا یه الگویی برای من که بشه مراحل بعدی رو طی کرد. امیدوارم خدا من کمک کنه. چون گفتی فقط یکی، حالا می‌خواستم بذارم تا آخرش بگم دیگه، الانم فکرم آخرشه درست می 5 دقیقه. آره من فکر می‌کنم یه قسمتش به این برمیگرده، حالا این طبعاً تئوری منه، میشه درستم نباشه، من فکر می‌کنم برمیگرده که شما از روز اول که اومدین توی بازار دوم بودین، میدونین، و این یه جور این که شما توی در واقع جغرافیای طبیعی بازار افتادین توی دوم، موقعیت دوم و تثبیت شده توی اون فضا، باعث شما تو خیلی چیزای دیگه اول باشین. من این خیلی برای من به عنوان روزنامه نگار جالب بود، انگار که مثلا در حالی که شما میدونستین هیچ وقت توی اون بازار اول نمیشین، به خاطر انتخاب طبیعی یاد گرفته بودین که توی چیزهای دیگه سعی کنین که این اختلاف رو جبران کنین و خب جبران کردین دیگه. حداقل تا الان احساس نمی‌کنم توی اسنپ الان جشن باشه که شما یه اکویلیشن توی تپسی اتفاق افتاده. ببین حتما بازار رقابتی به طور کلی چیز ایجاد میکنه دیگه، یعنی چی میگن، شور و شوق و انرژی و فعالیت و استراب و اینها ایجاد میکنه، هم برای بازیگر دوم هم برای بازیگر اول، فرقی نمیکنه، حتما میزانش فرق میکنه. ولی واقعیت اینه که دوم بودن اتفاقا میتونسته یک دلیل خیلی خوب برای رها کردن هم باشه، یعنی آدم همیشه میتونه، وقتی تو تنها بازیگر هستی خیلی سخته که بگی آقا مثلا من چرا رفتم از ایران، چون که، یا چرا مثلا بیزنس رو شاددان کردم، چون که مثلا دلیلش زیاد سخته. ولی همیشه وقتی یه رقیب قدر داشته باشی خیلی دلیلش راحته، پیش خودت شرمنده نیستی، پیش پرسنل شرمنده نیستی و غیره و غیره. کمان که دیدیم برای چندین شرکت این اتفاق افتاد دیگه در حوزه هایی که به طور مشخص حالا با مجموعه که رقابت با ما هم میکنه در واقع شرکتی که رقابت داشتن. پس هم بله هم نه، یعنی واقعیت اینه که من کماکان فکر میکنم که تپسی اگر اون تزریق سرمایه کافی انجام بشه درش، اتفاقا اصلا چیز دست نیافتنی نیست که سهم بازار برابری بگیره در واقع با چیز، با مجموعه که پیشرو هستش الان. پس جمع میکنم حتما تاثیر داره، ولی احتمالا المان های دیگه ای هم بوده که به جان که تفسیر بپذیره که الان دیگه بسته، خداحافظ، من بپوشم به مثلا فرض کنیدون رقیب به خداحافظ، یه کار دیگه انجام بدم توی یه سری از حوزه اول باشه. عالیه دیگه. چی آخرش این بحث؟ چون هم اینجا به خارج و موندن و اینجا شده، یا چند تا تو حرفت وکیل لوژه مهاجرت و اینا رو بشاره کردی؟ یک بار گفتم فقط. حالا دو بار گفتی ازت میگذرم ولی برای من کافی بود دیگه، گرفته از دفتر دیگه گفتی دست واژه بازیه. داستان اینه میلاد که ببین، من دیدم همین امروز هم که خبر اعلام شده یه دومانه گفتن آه وای فروخت مثلا کارآفرین و آره چیز شده اینا، و برای من چیزی که جالبه توی این ماجرا اینه که خب احتمال آدمایی که به این فکر می‌کنن که مثلا احتمال داره که تو فروختی رفت که از ایران بری، باید دقت کنن تو یه بار اومدی. فکر کنم اینو یه خورده با خود توضیح بدی راجع به مسیر حرفه‌ای، چون شاید آدما مثلا فکر کنن که این مسیر حرفه‌ای از تپسی شروع میشه، ولی واقعیت اینه که داستان حرفه‌ای خودت خود قبل‌تر شروع شده. حالا ما آینده رو نمی‌تونیم پیش بینی کنیم، ولی الان با توجه به اون پرسپکتیو میشه گفت خیلی این پیشبینی درستی به حساب نمیاد که بیان لزومن این معنیش فروختن و رفتن از ایرانه. همونطور که گفتی آینده شفافتر میکنه، اما کلن حالا بحث کلی که وجود داره راجع به رفتن و موندن، شاید این روزا خیلی سخت باشه به کسی گفت بمون یا برو، که من سعی میکنم همیشه بگم که سخت باشه که دیگه اصلا نمیشه گفت شاید. آره واقعا، ولی یه الگوی مشخصی، فریمورک مشخص باید تو ذهن آدم ها باشه که اگر تو تصمیم گرفتی بمونی، احساس قربانی بودن نکنی و مثلا 5 سال بعد 10 سال بعد نگاه نکنی بگی که آخ اگر من رفته بودم این اتفاقات برای من میافتاد، یا اگر رفتی با یه انتظار بیش از حد بالایی یا رویایی نری بعد بمونی. اگر این فریمورک درست باشه فکر میکنم همه تصمیم درستی میگیره، یعنی اون فرد با فریمورک درست تصمیم درستی میگیره. من همونطوری که گفتم فکر میکنم توی مملکتمون کماکان میشه خیلی کار انجام داد و کار بزرگ انجام داد. حتما سختی های خودشو داره، حتما تا اینجا احساس نکردی قربانی؟
نه هیچ وقت، هیچ وقت. میگم اون راستش به من یا شرایط ربطی نداره، به فریم ورک برمیگرده که بالاخره وقتی تو تصمیم میگیری با یک آگاهی در واقع این تصمیم میگیری. از این به بعدم هر تصمیمی من برای خودم یا مجموعه‌ای که باش کار میکنم یا افرادی که اطرافم هستن بگیرم یا بگیریم، قطعا با این ویژنه که با یه سری واقعیات تصمیم بگیری و با پذیرش یه سری مسائل آتی تصمیم بگیری. ببین واقعا نمیخواستم بپرسم ولی یهو وسط حرفات یادم افتاد، اینو به چیزی اشاره ای نکردی، لازمه حساس بشی. تو خود تپسی از اینکه گل رنگ این اکوزیشن رو انجام داده خوشحال شدن، استقبال کرد. عجیبه خصوصی کنم برای آدمایی که توی تفسیان بعد خورد عجیبه بچه‌ها که خیلی استقبال کردن و بچه خیلی بامزه هم داریم. من یه روز صبح پا شدم، آره دیگه اون قاعدتا و اون چیزایی که من از تفسی میدونم بعد قاعدتا من یه روز صبح پا شدم بعد اپ تفسیمو باز کردم، این صفحه اول خود اپو آره باز کردم، بعد دیدم که نمیدونم میتونم بعدم نشون ببینم. آره اپ شامپوه گفته او اینو میتونم بخونم بهش، اشکال نداره. این کپی رایتر آدم خلاقه، گفته که چطه من میگیرم حتما نسبت بزید، ولی خب متنشو بخونم دوام نکنین، اول میخونم بعد نشونتونه. گفته که گل از گل 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 از همه رنگ، فاندت رو از کی میگیری؟ هولدینگ گل رنگ. خیلی خوبه. یه دونه شامپو بچه های گل رنگ هم هست، البته محصولات محبوب زیاد داره گل رنگ. حالا موقعی که این اومد بالا اینو برگاتون نریخت از اینکه هم یه دفعه چند تا از مدیران ارشد شرکت اینو دیدم و همه به شدت این استرس گرفتن. فنی تونه بعد توضیح میدم به شدت همه استرس گرفتن و اینی که خب شما سابقه هک دارین، گفتم او شیت. آره ما یه اپ پروسسی داریم، بالاخره هر چیزی میره تو اپ ده بار آدم ها قبلش نگاه میکنن و این یه دفعه کجا آمد. بعد فهمیدن که بچه ها شیطنت کردن، فقط رو شماره موبایل من و اصلا 3-4 تا دیگه از مدیر آنی رو رو صبح باز کرد. مثل اینکه راضی هم. اوکی عالیه. فکر کنم فردا رو میز همش یه شامپو باشه که بروده گل رنگو. من فکر میکنم که اگه حالا جدا از هر چیزی، باید این که واقعا خیلی از اونی که امروز راجع به حرف زدیم چون خیلی تازه است، تاریخ نشون میده و معمولا که توی همچین روز شلوغ و پرهیجانی وقت گذاشتی برای استودیو پیوست، ولی چیزی که دوست دارم راجع به حرف بزنم با موتور برگردم برم شرکت برای سرما خوردن با الوپک باید بری چون دیگه دیگه بیرون گروه نمیتونی، بیرون سوپر اپی که در آینده قرار شکل بگیره نمیتونی شدی بگیر، ولی داستان از این قراره که من فکر کنم اگه این اتفاق افتاده بود جدا از همه حاشیه‌ای که من مطمئنم خیلی هاشم توی مصاحبه جا نشد چون خیلی تر تازه هست، من فکر کنم که اگه الان مثلا این داشت توی بورس چه میدونم نزدک نیویورک داشت انجام میشد، الان تپ میزدن و میدونید مثلا کاغذ رنگی میپاشیدن اینجور چیزا، اینا که خب این اصلا فراموشش کن، همین که تونستی انجامش بدین و خیلی ها براشون عجیبه. ولی دوست دارم توی لحظه آخر واقعا از طرف خودم و خیلی از رسانه بهتون تبریک بگم بابت این اتفاقی که برای خودت و کوفاندرای تپسی افتاده و بهتون بگم که ببینیم چه اتفاق هیجان انگیز برای میفته. من احساس میکنم این دست یه بار دیگه برای این بازار بر میخوره و این یه شانس جالبیه برای همه کسایی که دارن تو این بازار فعالیت میکنن. دمتون گرم. ممنون ازت. مرسی. متشکرم. ممنون دیدین. متشکرم. مرسی. آخری.